سلام بچه، اگه سوال دارین بپرسین، یه 5 دقیقه صبر میکنیم بعد شروع میکنیم. اگه سوال دارین راجع به شیمی بپرسین از من. استاد چرا پاهاش روده؟ خب پاهاش روده دلیلش اینه، اول خدا بپرسی، از آقای قربانزاده باید بپرسی. قانون عیشان حذف شده، قانون عیشان برای کنکور شما حذف شده. آره سوال شما هم بفرست ببینیم کجا همچی سوالی داره، مگه میشه همچی سوالی بده؟ جایزه میشالا بهت میدم، یه جایزه خوب. هنوز کلاس شروع نشده، 3-4 دقیقه دیگه صبر میکنیم، 3-4 دقیقه دیگه کلاس شروع میکنیم. اگه سوال دارین تا موقعی بپرسین، تا موقع بقیه بچه ها بیان اضافه بشن، بعد کلاس شروع میکنیم. سوالی راجع به شیمی، راجع به کلاس ها، راجع به هر چی دارین بپرسین، 3-4 دقیقه دیگه شروع میکنیم. دمت گرم، چاکرتم، قربونت. روش مطالعه شیمی، روش مطالعه شیمی اول کتاب درسی خیلی مهمه. اول حتما 3-4 دور کتاب شیمی رو بخون. وقتی داری کتاب شیمی میخونی، مثلا فصل 2 دهم داری میخونی، خب اول یه دور کامل حفظیات رو بخون، یه دور مسائل رو بخون. قاطی پاتی نخون هم مسائل هم حفظیات. یه دور برو کلا فقط مسائلشو بخون. یه دور کلا حفظیاتشو بخون. درسته؟ وقتی کلا مسلط شدی هم به حفظیات کتاب هم به مسائل، شروع می‌کنی به تست دادن. خب گفته کتاب تست چی خوبه؟ کتاب تست خیلی سخت. برای امسال خیلی سبز خوبه، برای دهم و یازدهم خیلی سبز خوبه، برای پیش دانشگاهی مبتکران خوبه. اصیل بازو کی درس میدین؟ ان‌شاءالله به اونم میرسیم. الان کلاس سالیانمون که شروع شد، مثلا این جلسه قبل شما کلاس داشتم، نیم ساعت قبل شما کلاس داشتم، اصیل باز بود تو کلاس اونا، اون کلاس سالیانه. برای شما معلوم نیست کی بذارم. موازه اونم به همه میرسیم، تا آخر سال به همه میرسیم. سلام سانا، سلام. نظرتون راجع به نردبان نیدم خدایش کتابشو. ببین چهار بار حفظ کنی، جرم مولی مهم، اما اگه حفظ نکردی اصلا مثلا انگار چیز مهمی نیست. امروز درسمون چیه؟ نیمه عمره و جرم انتون میانگین. ببین واکنش ها رو باید، بعضی واکنش ها باید حفظ کنی، بعضی واکنش ها مثلا الکتروشیم واکنش حفظی داره، اسید باز واکنش حفظی داره، درسته؟ اینا رو داره. چطوره میشه شیمی بالا زد؟ با امید به خدا. ببین بعد اول رو کتاب خیلی مسلط باشی، خیلی خیلی باید مسلط باشی، بعد رو سال کنکور خیلی مسلط باشی، دو سال کتاب تست بزنی، بعد بری سال المپیاد. اصلا من کتاب خیلی سبز نرف حسابم، ضرری واسه حساب شد؟ نه، کرم اشکال نداره، اوکیه. چطور میشه شیمی بالا زد؟ باید با اینکه شاگیر استاد. خب امروز درسمون چیه؟ اینو که گفتی واکنشا، بعضی واکنشا باید حفظ کنی. کتاب که خوندیم درسام خیلی سبز. ببین سعی کن از کلاس‌ها استفاده کنی، خب کلاس‌ها رو بخونی، کلاس‌ها رو بری، بعد تست خیلی سبز بزنی. اما درسام خیلی سبز هم خوبه، اوکیه. کتاب مبتکران چجوری؟ کتاب مبتکران خوبه، برای پیش دانشگاهی خوبه. این از این بریم شروع کنیم. گوش کن، گوش کن، بریم شروع کنیم. اول نیمه عمر رو بهتون میگم. اول بریم سراغ نیمه عمر. این که ملاحظید بازه، بذارید صفحه دیگه باز کنم، یه فایل. میشه با همون کار کنیم، چجور در مسئله تونل کنیم. ببین فقط تست زیاد، فقط تست زیاد. سلام سلام. تنها چیزی که میتونه بهت کمک کنه تست زیاده. اگه بتونی تست خیلی زیاد بزنی، خیلی میتونی درصد روش بده کنه. فقط تست زیاد، همین. هیچ چیز دیگه نمیتونه بهت کمک کنه. تست زیاد و برای همه درساتون، برای همه درساتون یک منبع داشته باشین، اما چند منبعی تست بزنی. یک منبع اصلی داشته باش. مثلا خیلی سبز داری، منبع اصلی خیلی سبز باشه. اما از اون مبتکران تست بزن، از اون نشورگو تست بزن، از هر چی تونستی تست بزن. آزمون‌ها رو بزن، گزینه رو بزن، سنجش بزن، همه چی رو بزن. اوکی؟ ولی یه منبع اصلی داشته باش. که منبع اصلی داشته باشه خیلی میتونه بهت کمک کنه. سلام رها، سلام سلام.
ببین آیدا، امروز جلسه چندم میشه؟ جلسه سوم فکر کنم بشه. آره من دو جلسه درس دادم، یه جلسه عدد اکسایش درس دادم، یه جلسه چی درس دادم؟ تعادل درس دادم. این دو جلسه درس دادم، این جلسه جلسه سومه. درسته جلسه سوم رایگانه، تا آخر سالم کلاس هست. چرا بنزن بر بروم مایع بی اثره؟ ببین چون بنزن درسته واکنه چه دوگانه داره، درسته چه دوگانه داره، اما ساختار حلقوی داره، ساختار به خاطر ساختار حلقویش مانع میشه. درسته که سیر نشده است بنزن سر پیوند دوگانه داره، اما بی اثره. کلاس آنلاین خودم دارم، جلسه نهمه. درسته من کلاس آنلاین خودم بعضی چیزا درس دادم، اما فایلش هست که بتونید نگاه کنی. درسته فایلش هست که بتونید نگاه کنی 100%. یعنی جلسات قبلی همه سیف شده، کسی که تو کلاس اصلی بیاد، کلاس اصلی بیاد، تا آخر سال هر سال داریم 50-60 جلسه است. یعنی شیمیش تضمین شده است دیگه، یعنی شیمیش 100% بالاست. این کلاسی که واسهتون میذارم کلاس رایگانه. کلاس رایگان میام چیکار میکنم واسهتون؟ کلاس رایگان هر جلسه یک نکته، یک مبحث، چیزی که مهمه. مثلا جلسه عدد اکسایش بهت میگم، یعنی مثلا کل الکتروشیمی نمیتونم بهت بگم، کلشو بهت بگم، فقط مجبورم یک قسمتش که خیلی مهمه به درس بدم. یعنی مثلا تعادل رو بهت درس میدم، مثلا از فصل یک دهم جرم اتم میانگی و نیمه عمر رو بهت میگم. اما تو کلاس سالیانش من مجبور شدم خط به خط کتاب فصل دهم رو بهت درس بدم، خط به خط دوازدهم، خط به خط یازدهم، همه چی کامل کامل درس میدم. اینجا نکته تسته، درسته؟ اینجا بهت خیلی کمک میکنه، روش تستی باحال یاد میگیری، درسته؟ اما کتاب اصلی هم روش تستی کامل یاد میگیری، هم نکات خیلی مهم، هم کل کتاب درسی رو یاد میگیری. امروز ثبت نام کردی آقای محمد خانی؟ خب چند جلسه گذشت؟ آره میرسی، هر جلسه یه جلسه آفلاین نگاه کن میرسی. تو کلاس سالیانه خط به خط همین شده درس دادم، کل مسائل رو حل کردم، نمیدونم روش تستی کامل همه رو گفتم و خیلی اوکیه. اینجا هم کلاس رایگانه، من به نکات باحال میگم، مثلا این چیزایی بهت میگم که توی کتاب دیگه ای نبینی، خیلی راحت تر میتونی سوالا رو حل کنی. نمی فرصت نمیکنم کل کتابا رو بهت بگم، میگم 10 11 12 کلا همه رو بهت میگم، نکاتی که خیلی مهمه باهات کار میکنم هر جلسه. این از این. گوش کن، اولین چیزی که میخوام با هم دیگه کار کنیم چیه؟ جرم اتمی میانگین. یه جرم اتمی میانگین داریم، به نمیخوام به چیزای کتابت بگم، آره روش باحال میخوام بهت بگم. جرم اتم میانگین و نیمه عمر، درسته؟ اینو تو رو میخوام بهت بگم. حالا بهت بگو کدومو اول بهت بگم، جرم اتم میانگین رو بهت بگم نیمه عمر، کدومو اول بهت بگم؟ خودتون بگیم، رأی گیری کنیم، هر کدوم، نیمه عمر، میانگین، نیمه عمر، میانگین، بیشتر رو نیمه عمره. نیمه عمر 10 دقیقه است، 10 دقیقه بهت میگم، 10 دقیقه با تستاش کلان تمام میره. خب اوکی، اینو بهت میگم و جرم اتم میانگین رو بهت میگم. خب گوش کن، نیمه عمر چیه؟ تعریف نیمه عمر. خب الان میگه فقط گوش کن، نیمه عمر مدت زمانی که طول میکشد جرم ماده نصف شود. پس اگر بهت گفتن نیمه عمر چیه، ببین میانگینم بهت میگم، میانگینم بهت میگم، نیمه عمرم بهت میگم، اول نیمه عمر رو بهت میگم. اگر بهت گفتن نیمه عمر چیه، مدت زمانی که طول میکشه یک جرم ماده نصف بشه. مثلا تو نصف پیتزا رو تو نیم ساعت میخوری، میگه نیمه عمر پیتزا چقدر؟ نیم ساعته، چون نیم ساعت طول کشید تو نصفشو بخوری. حالا این مثال واسه میزنم، فرض کن یه ماده داری جرم اولیه‌اش 120 گرمه، درسته؟ نیمه عمرش مثلا 4 ساعت. گوش کن، پس جرم ماده اولیه اون مقداری که اول داشتی چقدر بوده؟ 120 گرم بوده. نیمه عمرش چقدره؟ 4 ساعته، درسته؟ خب پس ماده اول 120 گرم، اگر 4 ساعت بگذره ماده چقدر میشه؟ چون نیمه عمرش 4 ساعته، یعنی 4 ساعت بگذره نصف میشه، میشه چقدر؟ 60 گرم، درسته؟ نمیخوام بهت فرمول بگم، اما فرمولش هم بهت یاد میدم. اگر 4 ساعت دیگه بگذره میشه چقدر؟ 30 گرم، درسته؟ چیزا که ازت میپرسن چیه؟ خب پس این 30 گرمه چیه؟ مقدار باقی مانده. مقدار چی؟ باقی مانده. آریان
نزدیک صفر میرسه، آخر هم به صفر میرسه، اما وقت خیلی طول میکشه تا بخوایم صفر صفر بشه. پس اگر بگن مقدار باقی ماند چقدر، میگی چقدر؟ 30 گرم. ازت میپرسن مقدار مصرفی یا واپاشی شده چقدره؟ اینو گوش کن، هم به درد فیزیکت میخوره هم به درد شیمیت میخوره، درسته؟ میگن مقدار مصرفی به مقدار واپاشی چقدره؟ مقدار مصرفی میشه مقدار اولیه منهای چی؟ باقی مانده. خب اولیه هم چقدر بود؟ 120 گرم. باقی مانده هم چقدره؟ 30 گرم. پس چقدر مصرف شده یا واپاشی شده؟ چه چقدر؟ 90 گرم. درسته؟ یک سوال دیگه میخوام حل کنم، گوش کن. اینا رو به درس نمیدم، واسه تست میزنم، تست کنکورش هم واسه میزنم. بعد میفهمی که فرمول نمیخواد یاد بگیری. من دارم آسون آسون بهت میگم که فرمول یاد نگیری. خب حالا گوش کن. مثلا یک ماده داری چقدر؟ 120 گرم. درسته؟ ازت چی میپرسه؟ سوالی که ازت میپرسه چیه؟ گوش کن. پس مقدار اولیه چقدره؟ 120 گرم. این چرا رفت این طرف؟ پس ام صفر چقدره؟ 120 گرم. نیمه عمرش 8 ساعته، درسته؟ سوالی که ازت میپرسه، سلام استاد، چکرم، قربونت، قربون رضا جون، ازت میپرسه پس از یک شبانه روز، ازت میپرسه پس از یک شبانه روز، سوالی که ازت میپرسه چیه؟ سوال اول مقدار باقی مانده، سوال بعدی گوش کن، سوال سلام 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 سلام، اول میگه چی؟ مقدار باقی مانده چقدره؟ سوال بعدی که ازت میپرسه مقدار مصرفی یا واپاشی چقدره؟ سوال بعدی خیلی مهمه، خیلی مهمه، گوش کن، سلام سلام، سوال بعدیش خیلی مهمه. اگر برای کنکور 1600 اگر بخوان سوال بیارن، به نظرم از گزینه جیم میارن. گوش کنم، به درد شیمیت هم به درد فیزیکت هم میخوره. گزینه جیم چیه؟ مقدار انرژی تولیدی. اوکی؟ دیگه غیر از این سوال نمیپرسه. اوکی؟ حالا گوش کن. ببین کنکور 98 و کنکور 99 نیومده، کنکور 1400 احتمالا بیاد، کنکور 1400 گزینه جیمش احتمالا بیاد، یه علامت بزن 1400، چون خیلی مهمه. اوکی؟ بقیه بچه ها قاطی میکنن، همین الان نکتهشو یاد بگیر. اوکی؟ خب گفته مقدار باقی مانده، گفته پس از یک شبانه روز. خب کسی که میگه بعد از شبانه روز، میگه به من ساعت نداده، یک شبانه روز چقدره؟ 24 ساعت، درسته؟ پس من باید انقدر برم جلو تا بشه چند ساعت؟ 24 ساعت. خب مقدار اولی هم چقدره؟ 120 گرم، درسته؟ اگر یک 8 ساعت برم، درسته؟ مادم چقدر میشه؟ نصف میشه، چون نیمه عمرش 8 ساعته، یعنی هر 8 ساعت مادم نصف میشه، 120 نصف میشه میشه چقدر؟ 60. خب الان 8 ساعت رفتی، باید چند ساعت بری؟ 24 ساعت. اگر یه 8 ساعت دیگه برم، یه 8 ساعت دیگه برم، میشه چقدر؟ میشه 30 تا، میشه 30 گرم، درسته؟ تا الان چقدر شد؟ 16 ساعت. اگر یه 8 ساعت دیگه برم میشه چقدر؟ این دوباره نصف میشه، میشه چقدر؟ 15 تا. الان 3 تا 8 ساعت رفت، یعنی 24 ساعت رو رفتی. حالا از چی خواسته؟ گفته مقدار باقی مانده، مقدار باقی مانده چقدر شد؟ آفرین، 15 گرم. نمیخواد دیگه فرمول استفاده کنی، فرمولاش هم واسه مینویسم، درسته؟ ازت میپرسه مقدار مصرفی چقدره؟ مقدار مصرفی چقدره؟ گفتم مقدار اولیه منهای مقدار باقی مانده، 120 منهای چقدر؟ 15، درسته؟ میشه چقدر؟ 105 گرم، درسته؟ مقدار انرژی تولیدی، برای مقدار انرژی تولیدی باید چیکار کنم؟ خب ببین یه رابطه داشتیم، رابطه چی؟ انیشتن. رابطه انیشتن به تو چی میگفت؟ گوش کن، خیلی واسه من مهمه. این میشه چی؟ MC2، درسته؟ سی چی بود؟ ای که انرژی بود،
سی برای من انرژی بود، ام چی بود؟ جرمون بر حسب چی؟ کیلوگرم. سی چی بود؟ سی سرعت بود، درسته؟ سی چقدر بود عددش؟ سه ضرب در ده به توان چقدر؟ 8. درسته؟ سه ضرب در ده به توان 8. خب پس سی دو چقدر میشه؟ 9 ضرب در 10 به توان 16. پس اینو حفظش کن، اگر 3 رو دیدی بگو 9 ضرب در 10 به توان 16. پس به جای 3 چی میذارم؟ 9 ضرب در 10 به توان 16. درسته؟ این از این. اما امو باید کدوم امو بذارم؟ ام اولیه رو بذارم، باقی مونده رو بذارم، مصرفی بذارم، چی باید بذارم؟ آفرین. هر موقع خواستی این امو بذاری، این ام چیه؟ ام مصرفیه. حواست باشه اگر نیمه عمر با انشن ترکیب کرد، حواست باشه اون امه چیه؟ امه مصرفی. امه مصرفی چقدر شد؟ امه مصرفی چقدر شد؟ 105 گرم میشه. 105. خب این گرمه باید به کیلوگرم تبدیل کنیم، 10 به توان منفی 3 میذارم، میشه چقدر؟ 105 ضرب در 9 ضرب در چقدر؟ 10 به توان 16 با 10 به توان منفی 3 میشه چقدر؟ 10 به توان 13. خب 9 ضرب در 100 میشه چقدر؟ 900. درسته؟ 95 میشه چقدر؟ میشه 945. 945 ضرب در 10 به توان چقدر؟ 13. این از این. کل سوالی که میخوان ازت بپرسه. حالا بعضی سوالا هست، یه نکته دیگه بهت میگم، یه دونه سوال دیگه حل میکنم میرم واسه تست میزنم، تست کنکور رو واسه میزنم، برو تست فیزیکم برو بزن، راحت میزنی. بعد از این میرم جرم انتر میانگین. ببین من چیزایی نمیخوام بهت بگم که همه جا دیده باشی. ببین اگه بخوای فرمول یاد بگیری، 10 تا فرمول داره. فرمولاش چجوریه؟ نمیدونم. ام میشه ام صفر تقسیم بر 2 به توان n. باز نمیدونم. این فرمول زی... نمیخوام فرمول یاد بگیری. نمیخوام فرمول اصلا یاد بگیری. باز نمیدونم. ام میشه ام صفر باز 2 به توان منفی n. از اینجا باز ام نهایی میشه چی؟ باز میشه ام منهای ام صفر تقسیم بر 2 بت. اصلا اینا رو نمیخوام، اصلا نمیخوام یاد بگیری. همینجوری که گفتم برو، همینجوری که فقط گفتم برو، درسته؟ اصلا فرمولا رو خط بزن، هر کی رو تست میاد فرمولا رو خط بزن. حالا میخوام واسه یه سوال دیگه حل کنم، گوش کن. این چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه، احتمالا اینجوری واسه سوال بیارن، گوش کن. اینجا رو نگاه کن، اگر مقدار اولیم 100% باشه، اگر من یک نیم عمر برم، درسته؟ چقدر میشه؟ میشه 50%. درسته؟ اگر یک نیم عمر دیگه برم میشه چقدر؟ 25%. اگر یک نیم عمر دیگه برم میشه چقدر؟ 12.5%. باید اعداد رو حفظ کنی. اگر یک نیمه عمر دیگه برم میشه چقدر؟ 6.25%. اگر یک نیمه عمر دیگه برم میشه چقدر؟ میشه 3.125%. اینو باید حفظ کنی یا اینو باید حفظ کنی عددا رو. اگر یک نیمه عمر برم اینقدر میشه، دومی میشه اینقدر، سومی میشه اینقدر، چهارمی میشه اینقدر، پنجمی میشه اینقدر. بذارین پاکش کنم. اینم از پنجمی، درسته؟ الان سوال ازت میپرسه چجوری شد نصف شد دیگه. 100 نصف بشه میشه 50، 50 نصف بشه میشه 25، 25 نصف بشه میشه 12.5، 12.5 نصف بشه میشه 6.25، 6.25 نصف بشه میشه 3.125000. اوکی؟ حالا سوال ازت چجوری میپرسه؟ میگه پس از چند نیمه عمر، پس از چند نیمه عمر 12.5% آن باقی میماند. چند نیمه عمر؟ 3%. 3 نیمه عمر. ازن میپرسه پس از چند نیمه عمر 6.25% آن باقی میمونه. چند تا نیمه عمر؟ 4 تا نیمه عمر. درسته؟ این عدد رو حفظ کن، خیلی بهت کمک میکنه. به خدا به خاطر تو فرمول خیلی سخت حساب میشه. ازت یه سوال دیگه، یه سوال دیگه ازن میپرسم، یه سوال دیگه ازن میپرسم، ببینم اینو کی جواب میده. ازن میپرسه پس از چند نیمه عمر حدود 97% آن باقی میماند. ببخش، 97% آن مصرف می شود. پس از چند نیمه عمر 97%ش مصرف میشه؟ آفرین، ایول ایول.
وقتی بگه 97% مصرف شده یعنی چی؟ وقتی بگه 97% مصرف شده یعنی 3%ش حدوداً باقی مونه. پس از چند نیم عمر 3%ش باقی میمونه؟ پس از 5 نیم عمر. یه سوال می‌نویسم، آفرین. کلاس برای شیمی خیلی سخت. یه سوال می‌نویسم برای من جواب بده. این سوالا رو اگه بتونی جواب بدی، هیچ سوال دیگه‌ای نیست که ازت بخوام بپرسم. خب؟ یه سوال دیگه میدم بنویس. خب. این چجوری بود؟ این. یک سوال. گوش کن. ماده‌ای به جرم 48 کیلوگرم. درسته؟ مبتکرانم خوبه. ماده‌ای به جرم چقدر؟ 48 کیلوگرم. پس ماده جرمش چقدره؟ 48 کیلوگرم. درسته؟ نیمه عمرش 6 ساعته. درسته؟ پس از خیلی سبزم خوبه. خیلی سبز خوبه، مبتکرانم خوبه. اما خیلی سبز به نظرم بهتره. پس از یک شبانه روز. پس از یک شبانه روز. سوالی که ازت میپرسه مقدار باقی مانده. ب مقدار مصرفی. ج انرژی تولیدی. د پس از چند ساعت. پس از چند ساعت. پس از چند ساعت 25% آن باقی میماند. ه پس از چند ساعت 93.75% آن مصرف می شود. حالا میخوام اینا رو واسه جواب بدم. گوش کن، سال دیگه غیر از این ازن نمیتونه بپرسه. کل سالی که ازن میپرسه همیناست. حالا من واسه جواب میدم. پس مادم چقدر؟ 48 کیلوگرم. 48 کیلوگرم. درسته؟ نیمه عمرش چقدره؟ نیمه عمرش چقدره؟ 6 ساعت. خب گفته یک شبانه روز. یک شبانه روز چند تا 6 ساعته؟ 4 تا 6 ساعته. 4 6 میشه 24 تا دیگه. درسته؟ خب گفته 24 ساعت. گفته پس از یک شبانه روز یعنی 24 ساعت. درسته؟ پس چند تا 6 ساعت بعد برم جلو که بشه 24 ساعت؟ 4 تا 6 ساعت. اگر یک نیمه عمر برم یه 6 ساعت برم میشه چقدر؟ 24. اگر یک نیمه عمر دیگه برم 6 ساعت دیگه برم میشه چقدر؟ 12. اگر یک 6 ساعت دیگه برم میشه چقدر؟ 6. اگر یک 6 ساعت دیگه برم میشه چقدر؟ 3. درسته؟ این از این. حالا سوالی که ازت میپرسه، سوالی که ازت میپرسه گفته مقدار باقی مانده میشه چقدر؟ مقدار باقی مانده چقدر میشه؟ میشه 3. گفته مقدار مصرفی چقدره؟ میشه مقدار اولیه منهای مقدار باقی مانده 48 منهای 3 میشه چقدر؟ میشه چقدر؟ 45. میگه انرژی تولیدی. انرژی تولیدی چجور به دست میاری؟ این میشه MC2. درسته؟ خب M هم چقدر شد؟ M مقدار مصرفی باید بذاری یا مقدار مصرفی چقدره؟ 45 ضرب دره. به جای C2 چی میذاری؟ 9 ضرب در 10 به توان 16. این عدد رو باید بری حساب کنی. درسته؟ بعدی گفته 25% آن باقی بمونه. باید چند تا نیمه عمر برم؟ اول 100%، بعد میشه 50%، بعد میشه چقدر؟ 25%. 25% باقی مونده. چند تا نیمه عمر رفتم جلو؟ یک نیمه عمر، دو نیمه عمر. هر نیمه عمر چند ساعت بود؟ 6 ساعت. پس میشه 2 تا 6 ساعت میشه چقدر؟ 12 ساعت. اوکی؟ این از این. بریم بعدی. آره آره آره، همیشه این آجل. گوش کن. گفته پس از چند ساعت 93.75% آن با مصرف می شود. اگر اینقدر مصرف بشه پس چقدرش باقی مونده؟ 6.25% باقی مانده. پس باید اینقدر بری
انقدر بری که به اینقدر برسی. پس اول 100% بوده، بعد میشه 50%، بعد میشه 25%، بعد میشه 12.5%، بعد میشه 6.25%. پس چند تا نیمه اون رو باید برم که به اینقدر برسم که 6.25%ش باقی بمونه که اینقدرش مصرف بشه؟ چند تا نیمه عمر؟ یک نیمه عمر، دو نیمه عمر، سه نیمه عمر، چهار نیمه عمر. چهار تا نیمه عمر باید بری. هر نیمه عمر چند ساعت بود؟ 6 ساعت. پس 4 ضرب در 6 میشه چقدر؟ 24 ساعت. این از این. هیچ فرمولی هم نمیخواد حفظ کنی، هیچ فرمولی. از من به تو نصیحت، درسته؟ الان میرم سخت‌ترین تستا رو واسه حل میکنم، سخت‌ترین تستا که از این تستا دیگه اصلا سخت‌تر نیاد. آنجل فایلش رو میذارم تو کانال، فایلش رو واسه میذارم. این بچه کثیف شد. من آخری نفهمیدم. گو ببین چی گفته. گفته پس از چند ساعت 93.75% مصرف میشه. اگر انقدر مصرف بشه چقدرش باقی میمونه؟ 6.25%. پس باید انقدر ادامه بدی که به 6.25% برسی. اول 100%، بعد میشه 50%، بعد میشه 25%، بعد میشه 12.5%، بعد میشه 6.25%. به این رسیدم. چند تا نیمه عمر رفتم؟ 4 تا نیمه عمر. هر نیمه عمر چند ساعت بود؟ 6 ساعت. 4 6 میشه چقدر؟ 24 ساعت. سال غیر از این واسه نمیاره. حالا میرم جزوه واسه تست میزنم. از اون جزوه. برای فیزیکت هم این جواب میده، برای فیزیکت. برای شیمی هم جواب میده. همین. همین یاد بگیر دیگه تمامه. خب ببین این جزوه فصلیه که دهمه منه، فصلیه که دهمه. اول جرم اتم میانگینه. به بچه‌ها کامل درس میدم اینا رو، به شما هم درس میدم. جزوه من اینجوریه. اول جرم اتم میانگینه، کامل همه سوالای کنکورشو حل میکنم. بعد میرم سراغ چی؟ متن کتاب. متن کتاب به بچه‌ها درس میدم، فضاپیما و اصلا کل خط کتاب توش هست. اینا همه رو به بچه‌ها درس میدم. با شکل و اینا، اورانوس و خورشید و از این حرفا. مثلا ببین تو هر شکلش نکته داره. مثلا بزرگترین سیاره به غیر از خورشید چیه؟ مشتری. مثلا زمین چندمی نزدیک به خورشید؟ سومین سیاره است، درسته؟ مشتری چندمی سیاره نزدیک به خورشید؟ پنجمیه. از اون شکل باید نگاه کنی. کونو از همه دورتره، درسته؟ نپتون از همه دورتره. رضا چی خوب نوشتی؟ کامنت خوب نوشتی. بذارش عکس بگیرم. خوشم اومد. راضی هم ازت. خب گوش کن، نیفته این. بعد مقایسه زمین مشتریه، مقایسه گازا، همه چی واسه نوشتم، کل نکات چی واسه نوشتم و همه چی داره اینجا. باز کلی نکته سر کلاس اضافه میکنم، اخدر شیمی و داستان از این حرفا و بریم جلوتا. خورشید و رابطه انشتن و که اینا هست شده، رابطه انشتن آن برای بچه ها گذاشتم تو جزوه که جواب بدیم. این از این. این سوالی که باید حل کنیم. اینا دیگه متن کتاب. دوباره متن کتاب به بچه ها درس میدم با جدول دیگه. این دانش آموز خنگ خنگ هم باشه جواب میده. من کانال رو واسه تون میذارم. رابطه انشتن که سوال نمیاد برای شما. اینا درصد فراوانی هاست. این ایزوتوپ هیدروژن ها. بذار به نیمه عمر برسیم. شروع میکنیم نیمه عمر. یعنی جزء خودمه دیگه، چیزی که به بچه ها درس میدم سر کلاس. ایزوتوپا و این رابطه ها. نیمه عمر. گوش کن، کانال شیمی ها اگه ندارین، کانال شیمی اینه. یه ادساین میذارین، 4 تا شیمی پشت سر هم می‌نویسین. شیمی 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 شیمی. این از این. درسته؟ فقط یک چیزی من بهتون بگم، تعدادتون مثلا 40 تاست، اینا حدودا 30-40 تاست. من این کلاس رو گذاشتم رایگانه برای اینکه به بچه ها مثلا یک کمکی بشه، اونایی که مثلا امکانات ندارن بتونن استفاده کنن دیگه، درسته؟ اگه جلسه بعدی تعدادتون زیادتر بشه به ترتیب ما چه جلسه بعدی اصلا جابجا میکنید، همینجوری به ترتیب جلو میریم. یا اینکه ببین فرض هر جلسه نکته بهتون میگم دیگه، نکات باحالو بهتون میگم. هر جلسه فرض می‌کنم می‌تونه نکته خوبه. مثلا اینجا ادروکسایش میگم، اینجا مثلا اسید باز میگم، اینجا سیکومتری میگم. هر جلسه کنم نیازه و نکته باحال داره بهتون میگم. درسته؟ این از این. حالا گوش کن، این کانال شیمیه.
اگه جلسه بعدی تعدادتون زیاد باشه، مثلا 60 تا 70 مثلا، چون پارسا مثلا 300 تا هم رسید، الان تعدادتون خیلی کمه، یک دهم اون موقعی. اگه جلسه بعدی تعدادتون زیاد باشه، مثلا دوستاتون اومدن زیاد شدین، که جلسه بعدی رو ادامه بدیم تا آخر سال، تا آخر سال هر جلسه. اگه تعدادتون کم بود که دیگه شاید ادامه ندیم. حالا گوش کنین، جلسه رو تموم کنین. این نمیخواد اینا رو یاد بگیری، فرمول نمیخواد یاد بگیری. بریم سراغ تستا. گفته چقدر طول میکشد؟ گفته در هر ساعت جرم ماده اولیه نصف میشود. یعنی نیمه عمرش چقدره؟ نیمه عمرم یک ساعته، درسته؟ گفته در هر ساعت جرم ماده نصف میشود. اینجا مستقیما نیمه عمر رو بهت نداده، فقط گفته هر ساعت نصف میشه، پس نیمه عمرم چقدره؟ یک ساعته. گفته چقدر طول میکشه که 93.75% تجزیه بشه؟ پس چقدرش باید بمونه؟ 6.25%. پس میرم انقدر ادامه میدم که انقدرش باقی بمونه. چقدر طول میکشه که انقدر باقی بماند؟ میرم جلو، 100 میشه 50%، میشه 25%، میشه 12.5%، میشه چقدر؟ 6.25%. هر نیمه عمرم چقدر؟ یک ساعت. یک ساعت، یک ساعت، یک ساعت، یک ساعت. انقدر رفتم که این باقی موند. چند تا یک ساعت رفتم جلو؟ 4 تا یک ساعت. میشه چقدر؟ 4 ساعت. تموم. تموم. این از این. بریم سوال بعدی. گفته در هر دقیقه جر این، گوش کن خیلی باحاله. اون فرمول رو بری مثلا شاید اینجا جواب نده، اما روش من بری جواب میده. گفته در هر 5 دقیقه جرم اولی یک ماده 90% کم میشه. پس هر 5 دقیقه 90% کم میشه. پس از 15 دقیقه چند درصد ماده متلاشی میشود؟ گفته هر 5 دقیقه 90% کم میشه. گفته پس از 15 دقیقه چند درصد متلاشی میشه؟ گوش کن، به قول استاد واعظی یا امام زمان، چکرم. اول 100%، درسته؟ اول 100%. گفته هر 5 دقیقه 90% کم میشه. حالا گفته پس از 15 دقیقه. 15 دقیقه چند تا 5 دقیقه است؟ 105 دقیقه، درسته؟ گفته هر 5 دقیقه 90% کم میشه. گفته 15 دقیقه باید بری جلو. 15 دقیقه، درسته؟ 15 دقیقه چند تا 5 دقیقه توش داره؟ 3 تا 5 دقیقه. پس اگر یه 5 دقیقه برم، اگر 100% باشه 90%ش کم بشه، یا اینو 100 گرم فرض کنم، 100 گرم باشه 90%ش کم بشه، میشه چقدر میمونهش؟ 10 گرم میمونه. یه 5 دقیقه رفتم، با 3 تا 5 دقیقه برم، اگر یه 5 دقیقه دیگه برم، اگر 10 گرم باشه 90%ش کم بشه، چقدرش میمونه؟ 1 گرمش میمونه. 90%ش میشه چقدر؟ 9 گرمش میره، 1 گرمش میمونه. خب بعد 5 دقیقه دیگه برم، 1 گرم باشه 90%ش کم بشه، چقدرش میمونه؟ 9 دهمش کم میشه، 1 دهمش میمونه. پس من 15 دقیقه رفتم، 3 تا 5 دقیقه رفتم. گفته چی؟ چند درصد متلاشی میشود؟ متلاشی یعنی چی؟ یعنی مصرف. مصرف میشه چی؟ مقدار اولیه، یعنی 100 منهای مقدار نهایی، 1 دهم. 100 منهای 1 دهم میشه چقدر؟ 99.9 دهم. کدوم گزینه؟ گزینه 2. این از این. اصلا هیچ فرمولی هم لازم نبود استفاده کنی، هیچ فرمولی. راحت ما همین حلش کردیم. اوکی؟ بریم بعدی. حالا میخوام مثال باحال‌تر برسم. این سوال و سوال کنکوراشو حل کردیم ها. این سوالا سوال قلمچیه یا گزینه دوه، سوال باحالیه. گوش کن ببینید چه جوری درس میدم. گفته نیمه عمر یک پرتو ایزوتوپ ارزش چقدر؟ 6 ساعت. پس نیمه عمرم چقدره؟ 6 ساعت. ایکیو بیاریم بالا، همین MHMF رو بیاریم بالا، جواب بده. آره آره. سلام. چکرتم رضا جون. آره دقیقا. سلام، خوبی؟ بله شما خوبی؟ مرسی. یه سال با هم یل کنیم. بله. خب نیمه اون رو بهم چقدر داده؟ 6 ساعت، درسته؟ 6 ساعت. بس دیگه شبانه روز دیگه که 4 بار کنش. آفرین. شبانه روز 24 ساعته. 24 ساعت چند 6 ساعته؟
4 تا 6 ساعته. درسته؟ مثلا ام نیستم، درسته؟ چند تا 6 ساعت گوش کن، گوش کن. مگه نگفتی یک شبانه روز؟ بله. تو یک شبانه روز چند تا 6 ساعت داری؟ 4 تا 6 ساعت. پس 4 بابا برم جلو. ام 16 میشه. آفرین. ام اگر یک نیمه مود برم جلو میشه ام 2. ام 2. اگر یک نیمه مود دیگه برم 6 ساعت دیگه برم جلو میشه چقدر؟ ام 4. ام 4. اگر یک نیمه مود دیگه برم جلوتر میشه چقدر؟ ام 8. ام 8. اگر یک نیمه مود دیگه برم جلو برم جلوتر میشه چقدر؟ ام 16. درسته؟ خب من گوش کن، گوش کن، گوش کن اینجا رو. مگه نباید 4 تا 6 ساعت می‌رفتم؟ منم 4 تا 6 ساعت رفتم، 4 تا رفتم، درسته؟ خب گفته نیمه عمرش چقدره؟ پس از گذشت یک شبانه روز 90 گرم از این متلاشی شده باشد. آفرین. مصرفی چجوری به دست می اومد؟ اولیه یعنی ام ام 16، درسته؟ میشه چقدر؟ 15 ام 16. 15 ام 16 رو ببینیم چقدر داده؟ 90. 90 داره. 90. درسته؟ پس از اینجا ام هم چقدر میشه؟ 90 داده 16 تقسیم بر 15 میشه 96. 96. پس ام هم چقدر شد؟ 96. مگر مقدار اولی هم ام نبود؟ پس مقدار اولی هم چقدر بوده؟ 96 تا. پس گزینه چند میشه؟ گزینه یه؟ یک. درسته؟ این مثلا سخت ترین سوالی که بخوام از این مبحث بیارم. درسته؟ دمت گرم. سوال بعدی من جواب میدم. مرسی دمت گرم. خب بریم سوال بعدی. خب گوش کن، سوال بعدی میخوام واسه حلش کنم. مقدار آخری خواست. اگر مقدار آخری ازت خواست تو امو به دست آوردی دیگه، درسته؟ مقدار نهایی میشه چقدر؟ ام 16. خب ام هم چقدر بود؟ 96. تقسیم بر چند میکنی؟ 16 میکنی، درسته؟ 96 تقسیم بر 16 چقدر میشه بودن؟ 96 تقسیم بر 16 بودن میشه چقدر؟ 6. همین. گفته دو ماده داریم، دو ماده داریم با جرم اولی یکسان. پس دو ماده داری با جرم اولی چی؟ یکسان. مقداری از جرم خود را بر اثر واکنش های هسته‌ای از دست میدهند، درسته؟ هرگاه ماده تو واکنش های هسته‌ای تو رابطه انرژی کدوم ام وارد میشد؟ مقدار چی؟ ام مصرفی وارد میشد، درسته؟ پس اینجا باید ام مصرفی رو به دست بیاری. گفته مقداری از جرم خود را در اثر واکنش هسته‌ای به دست میدهند. پس دو تا ماده داریم، گوش کن، دو تا ماده دارم، ام آ و ام بی، درسته؟ اینجا یه ام دارم، اینجا هم یه ام دارم، درسته؟ گفته جرم خودشون رو بر اثر واکنش هسته‌ای از دست میدن. کدوم جرم رو از دست میدن؟ کدوم جرم رو از دست میدن؟ اون جرم مصرفی میره وارد رابطه انرژی میشه، درسته؟ حالا ازم چی خواسته؟ حالا ازم چی خواسته؟ میام اینجا رو نگاه میکنم. گفته هر گام ماده اول به نصف جرم اولیه، پس میرم نصفش میکنم، میرم انقدر ادامه میدم تا نصف بشه. ماده اولیه میشه چی؟ ام هم میشه ام دوم. خب خب ماده اولیه به نصف جرم خودش رسید، شد ام دوم. و بقیه چی گفته؟ ماده دوم به یک چهارم جرم خود برسه، پس این ماده باید انقدر ادامه بدم تا به یک چهارمش برسه. اول میشه ام دوم، بعد میشه چی؟ ام چهارم، درسته؟ همینجا دست نگه میدارم. گفته ماده اولی به نصف جرمش برسه، ماده دومی به یک چهارم جرمش برسه. خب همینجا دست نگه میدارم، رسید. خب حالا کدوم وارد رابطه انرژی میشه؟ مقدار چی؟ مصرفی. مقدار چی؟ مصرفی. مقدار مصرفی چجوری به دست میومد؟ مقدار اولیه منهای مقدار چی؟ نهایی. منهای ام دوم میشه ام دوم. این وارد چی میشه؟ واکنش هستی. اینجا چی وارد رو واکنش هسته‌ای میشه؟ مقدار اولیه ام منهای ام چهارم میشه چقدر؟ 3 ام چهارم. این وارد واکنش هسته‌ای میشه؟ هسته‌ای میشه، درسته؟ این از این. حالا سوال ازم چی خواسته؟ گفته انرژی تولیدی از واکنش ماده دو چند برابر ماده اول است. خب ببین، ببین یه رو میخوام چیزی بگم. ای چی بود؟
ای دومی ها نسبت به ای اولی ازت خواسته، میخوام اینو به دست بیارم، درسته؟ ای با چی رابطه داره؟ هم با ام رابطه مستقیم داره، با سی دو هم رابطه مستقیم داره، درسته؟ خب سی دو که ثابته، سرعت همیشه ثابته، همیشه 900 بر 10 به توان 8. پس ای با ام رابطه چی داره؟ مستقیم داره. پس اگر ای دو باشه اینجا میذاری چی؟ ام دو، چون رابطهشون مستقیمه. اگر اینجا یک باشه اینجا میذاری چی؟ ام یک. خب ام دو چقدر شد؟ 3 ام 4. ام یک هم چقدر شد؟ ام دوم. حالا میام چیکار میکنم؟ دور در دور، نزدیک در نزدیک، اینو ضرب در این میکنم، اینو ضرب در این میکنم. 3 ام ضرب در 2 میشه چقدر؟ 6 ام. 4 ضرب در 3 میشه چقدر؟ 4 ام. ام با ام خط میخوره، 6 تقسیم بر 4 میشه چقدر؟ 3 دوم. این از این. این سخت ترین تستا که بخواد وسط بیاره دیگه. من سخت ترین تستا رو وسط حل میکنم. پس این چقدر شد؟ 3 دوم. گزینه 4. درست بود. درست بود. ایول. بعدیو حلش کن، بیارمت رو خط. بعدیو حلش کن، آخرین سواله. همین سوالا رو یاد بگیری، هیچ سوال دیگه نمیخواد بزنی. همین رو یاد بگیری فول فولی. سال 13. سال 13. هیچ فرمولی هم نمیخواد استفاده کنی، هیچ فرمولی. سر کلاس من اصلا نمیخواد فرمول استفاده کنی. ببین اینو وسط حلش کردم دیگه. مثل اینو وسط حلش کردم. این تست گزینه 2 پارسال بوده، درصد پاسخگوییش هم 2% بوده، چون نمیدونستم باید چیکار کنن. اینو حلش کن، تست 13 رو، آخری تست نیمه عمره. اومدی دیگه، الان رفتم بیرون، میانگیرم تدریس میکنم. ببین چیزایی که به تدریس میکنم هیچ جا نمیتونی ببینی، یعنی چیزایی باحال به تدریس میکنم. فقط جلسه بعدی اگه تعدادتون مثلا 30 نفر 35 نفر 40 نفر باشه احتمالاً دیگه کلاس نذارم. اگه تعدادتون زیاد بود دوباره واسهتون کلاس میذارم، چون اینجا یعنی دست من نیستا. من اگه 10 نفرم باشن کلاس میذارم واسهتون، واقعا واسهتون کلاس میذارم اگه دست من باشه، چون اینجا کلاسش رایگانه و پول پرسونال میدن، پول هزینه اینترنتی رو دارن. فقط در صورتی کلاس میدن که تعدادتون زیاد باشه. کلاستون تا آخر رایگانه ها، تا آخر آخر. حالا ببینیم جلسه بعدی چه جوری میشه دیگه. اگه به حد نصاب خوبی رسید ادامه میدیم ان شاء الله. خب تست 13. تست 13 گفته نیمه عمر عنصری برابر چقدر؟ 8 ساعته. برابر چقدر؟ 8 ساعته. الان مسئولش رفته بیرون که بیارتون رو خط، نمیتونیم بیاره میتون رو خط، خودم حلش میکنم. گزینه چند شد؟ گزینه 3، گزینه 4، گزینه 2، گزینه 2. گوشش گوش کن، اینو گوش کن. اینجا چی گفته؟ نیمه عمر عنصری برابر 8 ساعته، یعنی 8 ساعت طول میکشه که ماده چی بشه؟ نصف بشه. گفته پس از یک شبانه روز، تو یک شبانه روز چند تا 8 ساعت داری؟ یک شبانه روز 24 ساعته، یعنی 3 تا 8 ساعت باید بری جلو، 3 تا 8 ساعت. پس من 3 تا نیمه عمر باید برم کجا؟ باید برم جلو، 3 بار باید برم جلو. خب ماده اولی هم چقدره؟ 184 گرم، درسته؟ خب 8 ساعت برم جلو، مادم چقدر میشه؟ این نسبشه میشه چقدر؟ 92. 8 ساعت رفتم جلو. اگر یه 8 ساعت دیگه برم جلو تر میشه چقدر؟ 46 تا. تا الان 16 ساعت رفتم جلو، باید 24 ساعت برم که بشه یک شبانه روز. اگر یه 8 ساعت دیگه برم جلو تر میشه چقدر؟ میشه 23. درسته؟ الان 24 ساعت شد، پس 23 گرمش باقی میمونه، درسته؟ حالا گفته چی حساب کن؟ انرژی آزاد شده. انرژی چی میشه؟ رابطه انرژیشن ای مساوی ام سی دو. سی دو هر موقع دیدی سی دو رو بذار 9 ضرب در 10 به توان 16، همیشه ثابته، همیشه، درسته؟ امو میخوام حساب کنم، کدوم امو بذارم؟ 184 بذارم یا 23؟
هیچ کدوم. هر موقع خواستی ام بذاری باید ام مصرفی رو بذاری. یا این ام چیه؟ ام مصرفی. ام مصرفی چجوری به دست میاد؟ مقدار اولیه منهای مقدار چی باقی مانده؟ 184 منهای 23 میشه چقدر؟ 164 درسته؟ 161 درسته؟ 161 گرم درسته؟ پس این چقدر؟ 161 گرم. اما باید امو بر اساس کیلوگرم بذاری. ضرب در چند میکنم؟ 10 به توان منفی 3. پس میشه 161 ضرب در 10 به توان ضرب در 10 161 ضرب در 10 به توان منفی 3. اینو حساب کنیم میشه چقدر؟ این با این خط میخوره. میشه 10 به توان 13. اینم که دوباره در این ضرب کنیم. الان چه به دست میاری کنیم میذاری. درسته؟ کیلو جول خواسته. درسته؟ این جول بعد به کیلو جول تبدیلش میکنی. آره. پس این 10 به توان منفی 3 کلا خل میذارم. در ضرب 10 به توان 3 میکنم تا به جول تبدیل بشه. میشه 10 به توان چقدر؟ 16. الان اینم به دست میارم. این از این. یک سال دیگه میخوام حل کنم. بذاریم سال دیگه داریم که حل کنیم. جولشو به دست میارم از آخر به کیلوجول تبدیلش میکنم. کاری نداره. آره درسته. گزینه دو شو درسته. آره. خب بریم سراغ چی؟ اول جزوه. ساعت چنده؟ 8:46. احتمالا کلاسون تو ساعت 9 باشه. گوش کن. از کلاس سالیانه کسی بیاد کل اینا واسش تدریس میشه دیگه. همه سوالاش حل میشه تا آخر جزوه. همه این جدولا همه اینا. خب جرم اتم میانگین. برای جرم اتم میانگین روشی که من میخوام بگم چیه؟ اصلا از فرمول استفاده نکن. فرمول اصلا استفاده نکن. درسته؟ فرمول اصلا نمیخواد استفاده کنی. اولین کاری که میکنی چیه؟ یک، جرم ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می نویسیم. پس جرم ها را به ترتیب از کوچک به بزرگ می نویسی و فراوانی هر کدام را بالای سرش قرار می دهی. پس چی کار میکنی؟ تو روش من میای جرما رو به ترتیب از کوچیک به بزرگ مینویسی، فراوانی هر کدومش هم بالا سرش میذاری. درسته؟ این اول، گام اول. گام دوم چیه؟ گام دوم اختلاف هر ایزوتوپ را از کوچکترین ایزوتوپ. ای بابا این چرا اینجوریه واقعا؟ پس چی شد؟ جرم ها رو به ترتیب از کوچک به بزرگ می نویسی، فراوانی هر کدومش هم بالای سرش می نویسی. اختلاف هر ایزوتوپ را از کوچکترین ایزوتوپ به دست آورده، از کوچکترین ایزوتوپ به دست آورده و در فراوانی بالای سرش ضرب می کنی. سپس در پایینش می نویسیم. پس چی شد؟ جرم ها رو به ترتیب از کوچک به بزرگ می نویسی، فراوانیش هم بالا سرش می نویسی. گام دوم چیه؟ اختلاف هر ایزوتوپ را از کوچکترین ایزوتوپ به دست آورده و در فراوانی بالا سرش ضرب می کنی، بعد پایینش می نویسی. درسته؟ گام سوم خیلی مهم این نکته، مجموع اعداد به دست آمده، مجموع اعداد به دست آمده برابر است با فاصله کوچکترین ایزوتوپ
جرم اتمی میانگین، تا جرم میانگین، از اون یه اسکرین بگیر، از اون یه اسکرین بگیر، از اون یه اسکرین بگیر. آره فرعونی به صورت کسری، مثلا 9 دهم، مثلا 90% میبینی 9 دهم. اینو یه اسکرین بگیر، رو سوال بده یاد بدم چجوری حلش کنی. فقط یه اسکرین بگیر، رو سوال بده یاد میدم چیکارش کنی. پس جرما رو از کوچیک به بزرگ مینویسی، فرمانش هم بالا سرش مینویسی. گام دوم چیه؟ اختلاف هر ایزوتوپ رو از سبکترین یا کوچکترین ایزوتوپ به دست میاری، درسته؟ بعد در فرمانی بالا سرش ضرب میکنی، بعد پایینش مینویسی. مجموع اعدادی که اون پایین نوشتی برابر با چیه؟ فاصله کوچکترین ایزوتوپ تا جرم اتمی میانگین. حالا ببین سوال حل کنم، ببین چه جوری حل میشه. اینجا رو نگاه کن. خب گام اول چی بود؟ گام اول، خب گام اول، جرم ها رو از کوچیک به بزرگ مرتب میکنی. این 35 این 37. پس اول میبیسم 35، اول میبیسم چی؟ بعد میبیسم چی؟ 37. پس جرم ها رو از کوچیک به بزرگ نوشتم، فراوانی هر کدوم رو بالا سرش میبیسم، درسته؟ فراوانی ایزوتوپ سنگین تره کدومه؟ ایزوتوپ سنگین تره کدومه؟ 25%. باید مجموعش بشه 100%. اگر 25% این چقدره؟ 75%. پس اومدم چیکار کردم؟ گام اول رو رفتم، جرما رو از کوچیک به بزرگ نوشتم، اول 35 بعد 37، فراوانیش رو بالای سرش نوشتم، سنگین تره چقدره؟ 25%. پس این چقدره؟ 75%. این گام اول. گام دوم، همیشه اینجا صفر بذار، رو اولی صفر بذار. اینجا چند میذاری؟ صفر میذاری. اینجا چند میذاری؟ صفر میذاری، درسته؟ اینجا چی میذاری؟ بعد گفتم اختلاف هر ایزوتوپ را از کوچکترین ایزوتوپ به دست میاری، در فراوانی بالای سرش ضرب میکنی. اختلاف 37 تا کوچکترین ایزوتوپ 37-35 چقدره؟ 2. در فراوانی بالای سرش ضرب کن، 2 ضرب 25 میشه چقدر؟ نیم، درسته؟ کلن چقدر شد؟ نیم. این نیم با چی برابره؟ گام سوم، گام سوم، مجموع عرب به دست اومده یا همون نیم برابر است با فاصله کوچکترین ایزوتوپ تا جرم اتم میانگین. یعنی اختلافش تا جرم اتم میانگین چقدره؟ نیم تاست. اگر این 35 اون چقدره؟ 35 و یه نیم تا بهش اضافه کن، 35 و نیم. اوکی؟ اوکی. یه سوال دیگه بریم حل کنیم؟ یه سوال دیگه حل کنیم، یه سوال دیگه حل کنیم، یه سوال دیگه. حالا این سوالش آسون بوده، سوال سخت‌تر واسه میارم که ببینی چه جوری حل میشه. گفته 3 تا ایزوتوپ داری. گام اول چی بود؟ جرم ها رو از کوچیک به بزرگ بنویس. 84 85 86 84 85 86 این جلو هم جرم اتمی میانگین، درسته؟ گفته درصد فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر چقدره؟ 50%. پس این چقدره؟ 50% یا نیم، درسته؟ و سنگین ترین ایزوتوپ چقدره؟ 20% یا چقدر؟ 2 دهم. اگر این 50% باشه، این 20% باشه، جمعش باید بشه 100%. 50% با 20% میشه 70%. پس این چقدر بوده؟ 30% یا 3 دهم. اوکی؟ حالا میری گام دوم، همیشه اینجا صفر بذار، همیشه اینجا صفر بذار. گام دوم چی بود؟ خیلی مهمه. فاصله هر ایزوتوپ را از کوچکترین ایزوتوپ به دست بیار، در فراوانی بالای سرش ضرب کن. فاصله 85 تا 84 چقدره؟ این کوچکترین ایزوتوپ دیگه، درسته؟ 85 تا 84 میشه چقدر؟ 1 دونه. در فراوانی بالای سرش 1 ضرب 3 دهم میشه چقدر؟ 3 دهم. میرم سراغ 86. فاصلهش تا 84 چقدره؟ 2 تا. در فراوانی بالای سرش میشه چقدر؟ 2 ضرب 2 دهم میشه چقدر؟ 14. خب مجموع اعداد به دست اومده چقدر شد؟ 0 علاوه 3 دهم اضافه 4 میشه چقدر؟ 7 دهم. این 7 دهم با چی برابره؟ 7 دهم با چی برابره؟ فاصله کوچکترین ایزوتوپ تا جرم اتمی میانگین. پس فاصله چقدر؟ 7 دهم. اگر این 84 باشه این چقدر میشه؟ 84 یه 7 دهمش اضافه کن، 84 ممیز 7 دهم. اصلا هیچ محاسبه‌ای نمیخواد بری، هیچ محاسبه‌ای نمیخواد بری. اوکی؟ یه سال دیگه بریم، یه سال دیگه. خیلی هم سریع میتونی حلش کنی، اصلا ذهنی میتونی جواب بدی. یه سال دیگه واسه حل میکنم، دو سال دیگه واسه حل میکنم، بعد دیگه تموم. گوش کن، جرم اتم میگم بده چقدر؟ 84 ممیز 14. خب گام اول، جرم ها رو از کوچیک به بزرگ بنویس. 84 86 جلوش هم جرم اتم میانگین،
جرم اتم میانگین چقدر شده؟ 84 ممیزه 14. این از این. خب عدد چی خواسته؟ درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر. پس اینجا چی میذارم؟ x. من درصد فراوانی هیچ کدومو ندارم، میخوام به دست بیارم. خب گام اول رو رفتم، جرما رو از کوچیک به بزرگ نوشتم، فراوانی بالا سرش نوشتم. همیشه اینجا چند میذاشتم؟ صفر. چند میذاشتم؟ صفر. گام دوم، اختلاف هر ایزوتوپ با ایزوتوپ کوچکتر به دست می آوردم. فاصله 86 تا 84 چقدره؟ دوتا. در فراوانی بالا سرش ضرب میکردم، 2 ضرب در x میشه چقدر؟ 2x. خب پس کلن چقدر شد؟ 2x. این 2x با چی برابره؟ 2x با چی برابره؟ فاصله ایزوتوپ کوچکتر تا جرم اتم میانگین. فاصله شون چقدره؟ از 84 تا 84 ممیز 14 چقدر فاصله است؟ 14. پس 2x هم میشه چقدر؟ 14. پس x هم میشه چقدر؟ 2. پس این چقدره؟ 2/10 یا 20%. اگر این 2/10 یا 20% باشه این چقدره؟ 80%. تمام. بریم سوال بعدی. سوال ریاضی داخل 98. خب میرم جرما رو از کوچیک به بزرگ می‌نویسم، 14 و 16. جرم اتم میانگین هم جلوش می‌نویسم، 14 ممیز 2/10. خب درصد فراوانی ازم خواسته. خب درصد فراوانی ازم خواسته. اینجا چی میذارم؟ x میذارم. حالا میرم حساب میکنم. همیشه اینجا چند میذاشم؟ صفر. چند میذاشم؟ صفر. خب فاصله هر ایزوتوپ رو از کوچکترین ایزوتوپ به دست میارم. کوچکترین ایزوتوپ 14. فاصله 16 تا 14 چقدره؟ 2 تا. در فراوانی بالا سرش ضرب میکنم، که چقدر؟ 2x. پایین میمیسم. کلن مجموع عدد به دست اومده چقدر شد؟ صفر به اضافه 2x میشه چقدر؟ 2x. این 2x با چی برابره؟ فاصله کوچکترین ایزوتوپ تا جرم اتم میانگین. فاصله 14 تا 14 ممیز 2/10 چقدره؟ 2/10. پس 2x میشه 2/10. x هم میشه چقدر؟ 1/10. پس این چقدره؟ 1/10 یا 10%. اگر این 1/10 یا 10% باشه این چقدره؟ 9/10 یا 90%. ازم چی خواسته؟ سنگین به سبک. سنگین هم چقدر شد؟ 1/10. سبک هم چقدر شد؟ 9/10. میشه چقدر؟ 1/9. اوکیه؟ گرفتی؟ اوکیه؟ تموم. عالی. هیچ محاسبه نمیخواد انجام بدی، هیچ محاسبه، اصلا با ذهنی داره جواب بدی. قربونت. اینا رو جلسه بعدی انشاءالله حل میکنم واسهتون. جلسه بعدی. فقط جلسه بعدی اگه تعدادتون زیاد باشه کلاس رو، قربونت مرسی، اگه تعدادتون زیاد باشه کلاس رو ادامه میدیم تا آخر سال. مگه نشد استاپ بزنیم دیگه تا آخر سال؟ که آخر سال کلاس رو ادامه بدیم. اگه تعدادتون زیاد باشه که تا آخر ادامه میدیم دیگه. مرسی، خسته نباشید، قربونت. 1400 مثل ایناست ولی لول سخت‌تر هم داره. تو جزوه سال سخت‌تر هم داریم دیگه. اینا جلسه بعدی واسهتون حل میکنم. خسته نباشید، خسته نباشید، قربونت.